تازه ترین پیام جنرال خالد امیری. به نام خدا و با عرض سلام، خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای چینل دیلی پرس. تقاضا می نماییم تا آخر این ویدیو با ما بوده و چینل ما را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. جبهه مقاومت ملی در برگه رسمی فیسبوک خود می نویسد: پیام جنرال خالد امیری برای ما دورا بیشتر نمانده است. یا باید قیام کنیم یا هم با این ذلت به نفس کشیدن ادامه بدهیم. در همین حال روزنامه 8 صبح در برگه رسمی فیسبوک خود می نویسد: سفیر آلمان برای افغانستان، نباید با منتقدان مانند دشمن رفتار کرد. جهان به دقت نگاه می کند. به ادامه واکنش ها به بازداشت معترضان در کابل، اکنون سفیر آلمان برای افغانستان از این عمل کرد انتقاد کرده و گفته است که با منتقدان نباید با دید دشمن نگاه و برخورد کرد. سفیر آلمان برای افغانستان که در 2 دهه به سر می برد، روز جمعه 15 دلو در توییت بازداشت معترضان زن در کابل را غیر قانونی و ناعادلانه خوانده است. مارکوس گفته است نباید با منتقدان مانند دشمن برخورد کرد. ناپدید شدن یا کشته شدن آنها غیر قانونی و ناعادلانه است. او بدون آن که از گروه یا جناح نام ببرد، خاطر نشان کرده است که جهان این عمل کرد را با دقت نگاه می کند. نماینده ویژه امریکا برای زنان افغانستان نیز در توییت بازداشت معترضان زن در کابل را ناعادلانه خواند و افزوده است که این اقدامات باید فوراً متوقف شود. این در حالی است که طی 2 هفته اخیر دست کم 4 معترض زن در کابل ناپدید شدند. ناپدید شدن مرسل عیار و زهرا محمدی تازه ترین موردی است که گزارش شده است. در همین حال افغانستان در آغاز بحران انسانی، گرسنگی و فقر گسترش یافته است. پس از سقوط جمهوریت در ماه آگست، بیشتر کمک‌های بین المللی در افغانستان قطع شد و این باعث شد که فقر و گرسنگی در بین مردم شدت بگیرد و ریکورد بانک‌ها اقتصاد کشور را فلج کرد. حالا جمعیت عظیمی نیاز اساسی به کمک‌های غذایی و اولیه دارند. گفته می‌شود با ادامه این وضعیت، افغانستان با یک بحران انسانی روبرو خواهد شد. شفاخانه‌ها و مکاتب توانایی پرداخت معاش کارمندان خود را ندارند و بسیاری از مردم نمی توانند مواد غذایی کافی برای زندگی روزمره‌شان خریداری کنند. این مسئله بحران گرسنگی در افغانستان را وخیم‌تر می کند. ویکی آکن، مدیر کمیته بین المللی نجات در افغانستان می گوید: این نهایت ناامیدی است که ما مردم را در این وضعیت می بینیم و به نظر می رسد که این بحران هر روز در افغانستان افزایش خواهد یافت. بحران فقر و گرسنگی بر اساس برنامه جهانی غذا، سازمان ملل متحد بیش از 22 میلیون نفر یعنی بیش از نیمی از جمعیت کشور با بحران گرسنگی مواجهند. برنامه جهانی غذا، سازمان ملل نیز تضمینی برای برنامه‌های آینده اش ندارد. تحقیقات نشان داده است
از سال 2020 به این سو زمانی که افغانستان با خشکسالی مواجه شد، این وضعیت افزایش یافت و در ماه سپتامبر سال 2021 بیش از 14 میلیون نفر در معرض خطر فقر و گرسنگی ثبت شده اند. همچنان این سازمان تخمین زده است که در ماه دسامبر 95% از جمعیت مصرف غذایی کافی نداشتند و وضعیت اقتصادی کشور و خانواده ها رو به بدتر شدن است. مقام های سازمان ملل گفتند که وضعیت فقر و گرسنگی با سرعت بی سابقه رو به افزایش است. مدیر برنامه جهانی غذا گفته است: من هرگز فکر نمی کردم که به این سرعت وضعیت اقتصادی افغانستان رو به رکود برود. آمار سوء تغذی در بین اطفال هفته به هفته بیشتر می شود و از چند ماه گذشته دو برابر شده است. شفاخانه ها از کودکان پر شده اند که بیماری سوء تغذی و کمبود وزن دارند. در حال حاضر این کشور با بدترین وضعیت فقر و خشکسالی در 30 سال گذشته مواجه است و با رکود اقتصادی بسیاری از دهقانان در حومه های شهر نمی توانند به کار کشاورزی خود ادامه دهند و همچنان در جای دیگری نیز نمی توانند شغل مناسبی داشته باشند. مک‌کورتی گفت: رکود اقتصادی، بالا رفتن قیمت مواد غذایی و سوختی و تاثیر خشکسالی، همه اینها باعث شده است که گرسنگی و سوء تغذی در سراسر کشور شکل بگیرد. با تشکر که تا آخر این ویدیو با ما همراه بودید. ما منتظر نظریات و پیشنهادات سالم شما دوستان هستیم. جهت حمایت از ویدیوهای روزانه ما، چینل یوتیوب ما را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. تا ویدیوهای دیگر، خدا یار و نگهدارتان. اوقات خوش داشته باشید.